در مدیریت کشور باید جوانان، باید بانوان، باید اقوام مختلف و مذاهب مختلف حضور داشته باشند. نمیشه در یک کشوری بگیم مدیران ارشد این کشور همه اهل اون مذهبند. خب بس بقیه چیکار کنن؟ پس برن از ایران، برن یک کشور دیگه. چرا؟ مگه اونا ملت ایران نیستن؟ چه فرق میکنه؟ ما در برابر ایرانی ها، پس از اونا مالیات نگیرید لااقل اگه اینجور هست. پس وظیفه ای به عهده اونها نگذارید، اونا رو به سربازی نبرید اگه اینجور هست. خب اگر بناس اونا تکلیفشون مثل همه باشه، باید حقوقشون هم مثل همه باشه. مگه میشه وظیفه درست کرد از اونور امتیاز نباشه؟ بذاریم همه کار کنن، اساس بر مبنای شایسته سالاری باشه. یعنی امیرالمومنین اینجوری حکومت میکرد؟ یعنی پیغمبر اکرم اینجوری حکومت میکرد؟ یا با همه به چشم یکسان نگاه میکرد؟ ما یک ملتیم به نام ملت ایران. چطور موقع انتخابات همه رو دعوت میکنیم پای صندوق؟ اگر بناس اونا از امتیاز استفاده نکنن، خب موقع انتخابات چرا پس میگیم شما هم تشریف بیارید؟ اگر ما وحدت میخواییم، اگر ما انسجام میخواییم، اگر ما یک پارچگی میخواییم، باید مبنای ما در مدیریت شایسته سالاری باشه، نه وابستگی به آن و آن، این جناح اون جناح.